ردپای دوستم و ترکیه در عقب اعتراضات فاریاب، طالبان لشکر انتحاری در فاریاب جابجا کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. با یک تحلیل ساده و سطحی نگرانه میتوان نارامی های فاریاب را چنین تفسیر و توجیه نمود که یکی از قماندانان ازبک تبار طالبان توسط رهبری امارت مورد سوی زن قرار گرفته، دستگیر شده و هواداران وی علیه هم اماراتی های پشتونشان بغاوت کرده. یکی از سرگروپ های قماندان مذکور کنترل مرکز میمنه را به دست گرفته و تهدید نموده است که باید قماندان مذکور به زودی آزاد شود. استخبارات طالبان مخدوم عالم را از شهر میمنه بازداشت و به مزار شریف منتقل کردند. گفته می شود مخدوم عالم به سه اتهام ربودن عبدالرؤوف، عضویت داعش و انتقال نظام الدین قیصاری با واسطه نظامی طالبان از مزار تا مرز ایران بازداشت شده، اما پذیرفتنی نیست. طالبان یکی از قماندانان فعالشان را که سالها به نفعشان جنگیده و صدها جوان را چه از صفوف طالبان و چه هم دولت قبلی برای پیروزی آن گروه به کشتن داده، با چنین اتهامات ضعیف دستگیر نماید. اما اگر نگاه به پشت پرده فعل و انفعالات فاریاب بیندازیم، قضایا را پیچیده تر از آنچه در ظاهر جلوه می کند خواهیم دید. با آغاز مذاکرات و توافق آمریکا با طالبان در دوحه دورنمای سیاسی افغانستان تا حدودی روشن شده بود که آکی از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن احتمالی طالبان بود، کشورهای زی دخل در امور افغانستان روی کردشان را نسبت به طالبان تغییر دادند و در فکر تعامل با آن گروه شدند. طالبان نیز با استفاده از چنین فرصت گاه سر و کلهشان را از پکینگ و از زمانی از مسکو و بعضا از تهران پیدا شد. اسلام آباد که خانه خالشان بود، اما دو کشور سعودی و ترکیه در آسیا قرار داشتند. حتی یک سال قبل، زمانی که ترکیه خواست میزبان نشست بزرگ به اشتراک نمایندگان جمهوریت و امارات طالبان تحت اشراف کشورهای زینفوز در انقره باشد، طالبان با بهانه ماه رمضان و دلایل دیگر از سفر به آن کشور ابا ورزیدند. بعد از ورود طالبان به پایتخت، بحث مدیریت میدان هوایی کابل مطرح شد و نام قطر و ترکیه در صدر جدول بود. اما طالبان به حضور ترک ها روی خوش نشان ندادند. برعکس، بارها کارشناسان قطری به کابل سفر نمودند و عملا به کارشان شروع کردند. چنانچه معلوم می شود ترک ها از انکشاف این گونه اوضاع در افغانستان ناراضند و دلایلش را می توان در مبهم بودن نگاه طالبان نسبت به آن کشور، نامشخص بودن جایگاه قوم ازبک در ساختار قدرت و نگاه بدبینانه اماراتی ها به جنرال دوستم که متحد سیاسی و نژادی ترک ها محسوب می شود جستجو کرد. اخیراً ترکیه بعد از یک مرحله سکوت و انتظار دارد برای نقش آفرینی و برجسته جلوه دادن نقش خود در صحنه افغانستان آماده می شود. حضور جمع کثیری از مهره های درشت حکومت قبلی در ترکیه و تحرکات سیاسی آنها، نقل مکان استاد سیاف از دهلی به استانبول و ایجاد دفتری در آنجا، رفت آمدهای رهبران سیاسی نظیر محقق عطا و صلاح الدین و دید و وادیدها و رایزنی های آنها پیرامون اوضاع کشور، همه و همه دال بر تغییر رویکرد ملایم انقره نسبت به طالبان است. و حالا موج اعتراضات در فاریاب که نوید اولین جرقه های قیام علیه امارات طالبان محسوب می شود. دوستم به عنوان رهبر صنعتی و انحصاری جغرافیای ازبک نشین افغانستان در سالهای اخیر نفوذ عمیق و گسترده در آنجا به خود اختصاص داده. این سیطره قبلا که روزها دست برتر را در قضایای افغانستان داشتند، با حمایت‌های همه جانبه ازبکستان و در زمان حضور آمریکا در کشور ما بل وسیله ترکیه به عنوان عضو ناتو تامین شده. چنانچه دیده شده دوستم همواره با تیپ‌های مختلف گروه‌های مسلح ازبک، اهم از متحدین جمهوریت، جمعیت طالب و در تماس بوده. زمانی که در محدودیت به سر برده، برای حفظ سلطه بالقوه‌اش
در جغرافیای ازبک نشین برخی از قماندانان ازبک را به صفوف رقبایش فرستاده و مادامی که خودش مطرح بوده دوباره آنها را به دور خودش جمع نموده که همکاری زیگزاکی برخی از قماندانان ازبک تبار جمعیت اسلامی با وی رفت آمد قیصری بین دولت و جنبش و عده دیگر مصداق این مدعا است. از همین روز که توانسته است تمام توطئه ها علیه خودش را به سادگی خونسا نماید و از هر حادثه سر به سلامت ببرد. در سالهای اخیر با قوت گرفتن طالبان در شمال برخی از قماندانان حوزه ترکستان به مشوره و هدایت دوستم به صفوف طالبان پیوستند و در رکاب آنها جنگیدند. از آن سو هرچند طالبان به هیچ نیروی غیر پشتون اعتماد ندارند، اما با کسب تجربه از گذشته این بار کوشیدند از حضور طالبان تاجک، ازبک و هزاره در ساحات قوم متذکره بهره برداری نمایند تا حساسیت ها و مقاومت های محلی علیهشان تحریک نشود. اما حالا که خود را در پیروزی مطلق میبینند و میخواهند در امجا خودشان یعنی طالبان پشتون حضور و تسلط داشته باشند، تدریجاً به فکر تصفیه و تضعیف طالبان غیر پشتونند. احتمالاً استخبارات طالبان به اطلاعات دستیافته است که گواه روابط پنهانی قماندان مخدوم عالم با جنرال دوستم است. بنان قبل از آن که دوستم در منطقه فعال شود دست به کار شده و را دستگیر نمودن. حالا توپ در میدان طالبان است که آیا با ترفند قماندان مذکور را رها و قایله فاریاب را خاموش خواهند ساخت یا اینکه با لجاجت و سرکوب متوسل می شوند و دامنه نارضایتی ها به ولایت دیگر توسعه می یابد و سرانجام در تداوم بحران پای دوستم فرصت طلب به منطقه کشانده خواهد شد. البته این بار یار محمد دوستم است که در سایه نفوذ، اعتبار و تجربه پدرش به صحنه خواهند آمد. اگر متوجه باشیم در این اواخر در صفحات فیسبوک و تویتر اعضای خانواده و افراد نزدیک به جنرال دوستم به دفعات خوانده ایم که سخن از بازگشت را مطرح کردند. مضافاً زمزمه های نیز است که اگر طالبان به خواستهای جامعه جهانی و قدرت های بزرگ مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر تن ندهند و بر حاکمیت انحصاریشان پا فشارند، بعید نیست با آغاز بهار اسلحه های مقاومت نظامی در شمال به محوریت احمد مسعود، عطا محمد نور، محمد محقق و جنرال دوستم از همین حالا نطفه گذاری شود تا با وارد نمودن از آن طریق طالبان را وادار به انعطاف نمایند که با فشارهای سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی تا حال کارساز نبوده است. کشورهای ناراض از وضعیت افغانستان نظیر روسیه، ترکیه و متحدانشان در تماس‌ها و نشست‌هایشان با گروه‌های داخلی مخالف طالبان از آزادی نو ولایت شمال در بهار پیشرو سخن زدند. نظر به این قلم اگر طالبان موفق نشوند قایله فاریاب را با تدبیر حل و فصل نمایند، دامنه این اعتراضات گسترده شده به ولایات دیگر سرایت خواهد کرد که یا مستلزم عقب نشین بیشتر طالبان و یا موجب سرکوب خشنتر معترضان خواهد بود که در هر دو صورت طالبان ضرر خواهند کرد. دور از انتظار هم نیست که روز ترکیه مشابه ایران میزبان نشست میان ملا متقی و جنرال دوستم روی قضیه فاریاب و سهم ازبکان در حکومت باشد. انکشاف اوضاع در آینده صحت و سقم این پیش بینی ها را تثبیت و مشخص خواهد نمود. نویسنده محمد عارف منصوری. در این حال جنرال ملک روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شورای امنیت ملل متحد و کشورهای اسلامی و انسان دوست سلام بر شما. با آمدن لشکر انتحاری بدر در فاریاب، قتل، شکنجه، دستگیری ها، غصب خانه، کوچانیدن اجباری ازبک ها و اقوام غیر پشتون در شمال به شدت ادامه دارد. به این فاجعه انسانی سکوت نکنید و مسئولیت انسانی خود را ادا نمایید. با احترام جنرال عبدالملک. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.